سلام و وقتتان بخیر هزاران شهروند افغانستان بر رسیدن به اروپا جان و مال خود را به خطر انداختند جان خود را به خاطر ای که بتانند به اروپا برسند از برخی از این افراد در بحرها یا بحر یا دریاها از دست دادن از طرف دیگه ای افراد به خاطر از اینکه که به اروپا برسند دار و ندار خود را در داخل کشور به فروش در نخست شهروندان برخی از کشورهای اروپایی از شهروندان افغان و سایر پناهجویان استقبال کردند و اونا را با آغوش باز پذیرفتند اما از چندی بدین سو گفته میشه که آلمان قرار است که برخی از یعنی اکثریت پناهجویان افغان را از او کشور اخراج کنه و دوباره به افغانستان برگردانه رئیس جمهور افغانستان هم گفته که ما از این پناهجویان یعنی از شهروندان افغانستانی که حالا رفتن به اروپا یا به آلمان مراجعه کردن ما استقبال خواهیم کرد اما با چه امکاناتی؟ ای افراد از فقر و ناامنی فرار کردن از طرف دیگر آیا اخراج ای افراد یا اکثریت افغانهایی که به آلمان سفر کردن یا خواستن که پناهجو شوند در او کشور خلاف اصول وظایف کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیست این کمیساری وظیفه داره که حمایت کنه از پناهندگان بر رسیدن به حقوق اولیهشان از طرف دیگر عدم بازگرداندن پناهندگان به اجبار وظیفه دیگر ای کمیسیون هست از طرف دیگر دریافت راه حل برای بازگشت داوطلبانه مورد دیگری است که از جمله وظایف ای کمیسیون سازمان ملل متحد است اما اگر خلاف اصول کاری ای کمیسیون حالا داره آلمان عمل میکنه چرا سازمان ملل متحد پادر میانی نمیکنه آلمان چرا میخواهد که اکثریت پناهندگان افغان را یا پناهجویان افغان را اخراج کنه و مسئولیت های حکومت افغانستان در قبال این موضوع چی هست پرسش است که در این برنامه پس از خبر من بیژن آریان از آقای جماهیر انوری وزیر اسبق مهاجران و عودت, کنند، عودت کنندگان کشور خواهم پرسید اما پس از میان پر. باز هم خوش آمدید در این برنامه یه پس از خبر آقای جماهیر انوری وزیر پیشین اودت و مهاجرین کشور مهمان ما هستند و من بیشن آریان میزبان این برنامه خیلی خوش آمدین در نخست میخوایم بپرسم از شما که موقف گیری حکومت افغانستان را در قبال پناهجویان کشور ای که حالا به کشورهای اروپایی سفر کردن چگونه ارسیوه می بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما و سلام به بیننده های عزیز و هموطنان گرامی هم و قسمی که ما هم از طریق رسانه ها میشنویم که تقریبا یک اظهار نظرهای متفاوتی از سران و حکومت و دولت افغانستان ما میشنویم اما تا جایی که ما فکر میکنیم منظور رئیس جمهور افغانستان و یا که د قبال مهاجرین افغان که همیالا در اروپا و مخصوصا هم در آلمان یا در حالت پناهندگی به سر میبرند فکر میکنیم در قسمت اوی در مهاجرینی باشند که اگر بخواین پس دوباره دو طلبانه و کشور عودت بکنند چرا که در هیچ گونه ها یا تفاهم نامه هایی که بین افغانستان و کشورهای میزبان امضا شده مسئله اخراج اجباری مطرح نیست و این ما به شما به وضوح میگیم و هموطنان عزیز ما و مهاجرین هموطنان ما که دور از کشور به سر میبرند بفهمند که دولت و حکومت افغانستان هیچ کنه تفاهم نامه را با هیچ کشور دنیا که اونجا افغانهای ما به حالت پناهندگی یا به سر میبرند تفاهم نامه امضا نشده که در اونجا اخراج اجباری ذکر شده باشد اخراج یا عودت یا بازگشت داوطلبانه است وقتی که بازگشت داوطلبانه شد در دا اون صورت به شکل آبرومندانه و به شکل درستش باید از همه کشور میزبان به کشور مبدعی اصلی که همان کشور خودش است باید یا باید عودت داده شود حالا این تفاوت دیدگاه آقای انوری به چه معناست میان رئیس جمهور و وزیر فیلی مهاجران و عودت کنندگان رئیس جمهور میگه که ما از مهاجرانی که عودت میکنن دوباره با آغوش باز پذیرایی میکنیم اما وزیر مهاجران میگه که نی کشور آلمان باید اینا را من حیث بخشی از او جامعه بپذیره خب امیر ما میخواییم که البته بسیار احترامانه تقاضا میکنیم که این امیر یک اندازه باید وضاحت بتن سخنگوی ریاست جمهوری این چگونه فضیرش است ای فضیرش باید واضی ساخته شود تا هموطنان ما و مخصوصا هموطنان مهاجر ما که در حالت فناهندگی و دربدردی از کشورهای اروپایی به سر میبرند باید یا بفهمند و قسمی که ما به شما گفتیم مطابق کنونسیون بین المللی جنب که در 1951 امضا شده که کشور آلمان یکی از امضا کننده های دپای کمیسیون است و چون این یک چیزی که اخراج اجباری باشه در اونجا درش نیسته و همچنان تفاهم نامایی که بین دولت افغانستان و دولت های میزبان تا به حال امضا شده و هیچ یک کلمه اجباری در اونجا ذکر نشده خب باز هم یک استثناء از حکومت قبلی موجود بود مثلا زمانی که رئیس جمهور وقت میخواستند که به کشور ناروی سفر بکنند اونجا یک تفاهم بین دو کشور امضا شده بود که هرگاه اطفای کشورهای ناروی و افغانستان اگر به شکل غیر قانونی در کشورهای دیگه دیده شوند یا حق دارند که برگردانی حالا دیده با وجودی که اکثریت در تفاهم نمایی که امضا شده با کشورهای بیرونی از جمله آلمان بلد. این چون این مورد ذکر نشده که شهروندان افغانستان جبرن اخراج شوند و برگردانده شوند به افغانستان پس چرا حالا آمده جرمنی یا آلمان در برابر با افغانستان یا شهروندان افغانستان اینجوری عمل را انجام میده خب می ما با کشور آلمان هیچ گونه یک تفاهم نامه در مورد همچون مسائل نداشتیم و نداریم تا به حال تا به حال, حال اما خلاف کنونسیون ژنو نیست بله ب... طبعً. طبعا است از خاطر از اینکه ما تا به حال همراه کشور آلمان هیچ گونه مشکلاتی در قسمت پذیرش مهاجرین افغان نداشتیم از همین خاطر ما خیلی هم راضی بودیم از نحوه برخورد دولت آلمان با مهاجرین افغان خیلی راضی بودیم و این به شکل ناگهانی در می اواخر پیدا شد اول گفتن که ما 800 هزار مهاجر میپذیریم در هم تفکیک نشد که این مهاجرین سوریایی باشه، ایراقی باشه، افغانی باشه نام مهاجر شده، ذکر شده بود خود در اینجا خوب هم باعث شد که بسیاری از هموطنان ما دیگه به مهاجرت روی آوردن دار ندار خود در افغانستان فروختن و به قاچاقبر دادن عالی خود رساندن به شکلی از اشکال در کشور اروپایی مخصوص عده زیاد از یاد آلمان حالا سوالی که مطرح میشه آقای انوری چرا حکومت افغانستان حالا نامدن تفاهم ای به خاطر پیشگیری از وقوع این چنین موردی امضا نکردن با آلمان باید آلی دست به کار شوند شما خبر چرا در, در گذشته پیشگیری نکردن از این مورد خب در گذشته ما گفتیم که چون این مشکلی با ما کشور تجربه آلمان پاکستان را داریم ما تجربه ایران را داریم آیا ای کافی نیست ما زیادتر در قسمت کشورهای ما اقدام میکنیم که در اونجا مهاجرین افغان ما تا ای با مشکلات روبرو بودن در جایی که اموار اولویت می دادیم زیادتر از همین خاطر بود که ما چون از که با کشور آلمان هیچ کنه مشکلاتی نداشتیم و در از این نبودیم که ما البته تفاهم نامه امضا بکنیم خب حالی هم وقت است شما خبر دارین که چندی قبل کشورهای اروپای غربی و شرقی یا اتحاد اروپا یک جلسه در قسمت بحران و مهاجرت ها یا ترتیب دادن که دو دا باز فیصله شد که باید هیئت یا کمیسیون اتحادیه اروپا باید با افغانستان در این مورد داخل مذاکره شود این حال وقتش است که باید حکومت و دولت افغانستان مخصوصا وزارت محترم امور مهاجرین و وزارت محترم خارجه در این مورد بسیار حساس و دقیق باشند که تا با در نظر داشت منافی دولت افغانستان و مسئولیت مهاجرین افغان باید یا به یک نامه باید اقدام حالا این مورد خلاف موازین حقوق بشری نیست خب حالا میاین شهروندان افغانستان را اخراج میکنن هیچ کشوری در جهان حق نداره بر اساس آنچه که در کنوانسیون ژنو به امضا رسیده تبعی یک کشور دیگر یا پناهجویی را اخراج کنه چه فکر میکنین؟ این موردی که حالا گفتم میشه خلاف حقوق بشر هست کامل او درسته میفرموین شما ما هم همینم موضوع را میگیم که اگر ما ماده 33 می کنوانسیون ژنویک دا 1951 به امضاء رسیده اگر اوره چکون هر این هر انسان یا بشر میخی که جهات یافتن یک زندگی بهتر زندگی را د یکی از نقاط دنیا بر خود یا انتخاب کنند. از همی خاطر یا کسایی هستند که خوب به شکلی از اشکال یا به شکل مشکلات های سیاسی یا قومی یا نجادی یا سمتی یا مذهبی یا بد امنیتی یا اقتصادی و هر شکلی که شده یا آلو خدا در اونجا رساندن حالا سوالی خوب... هست آقای انوری چرا اتباع افغانستان یا شهروندان افغانستان مشخص شدن؟ چرا سوری ها نه و چرا هم اراقی ها؟ و سایر خب ما هم البته در این قسمت افسوس می کنیم بیانگر چی هستی این ای یک 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 یک, تبعیضی یک قسم تبعیض نشان می که این ای درست نیست بشر در کل جای بشر هستند چه سفید چه سیاه باشه و ما خو گفتیم وقتی که 800 هزار نفر یا ای اعلان کردن در اونجا تفکیک نشده بود یا ارجحیت نداده بود که ای اول ای دوم ای سوم باشه بنان افغانستان هم از جمله کشورهای ناامنی هستند و امنی ما در خود مرکز کشور خود همه روزه شاهد وقایی بسیار دلخراشی هستیم که خود از این بیانگر ناامنی ها هست یکی از پناهجویان از هر صد افغان قرار است چهل افغان قبول شود در او کشور یعنی بلد. در آلمان بلد. حالا حکومت افغانستان اینقدر نتوان است تا نتانه با مذاکره و یا با امضای تفاهم نامه شهروندان افغانستان را در اونجا بگو ما را به شهروندی آلمان یا از اونا حمایت کنه بنوی؟ آه سر اصل گف آمدیم ما و شما دقیقا درست است ما در درجه سوم قرار داریم وقتی که اول چیز حقوق اولی را یا به کشورهای سوریایی یا به مردمان که از سوریا آمدن به میتن دوم به عراقی ها سیوم هم افغانی هستن همی که شما چل فیصد گفتین همی درست است آل در اینجا وظیفه حکومت افغانستان است که از طریق مجراهای دیپلماتیک و از طریق امی مؤسسات بین المللی که همانا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد است که تضمین کننده مسئولیت و حقوق بشری نمی اطفای کشورهای دنیا است نه تنها افغانستان از کل دنیا باید یا قائم گرفته شود یا قائم گرفته شود که تا که حقوق حقه مهاجرین افغان و کشورهای اروپایی و سایر جا هستند باید یا باید تامین شود حالا ما تجربه ای ایران و پاکستان را داریم چقدر حکومت افغانستان را موفق می‌دونیم داریم ما خب موفقیت خود کلمه دیگر است ما تلاش ها بوده از اول تا آخر اما هر تلاشی یک موفقیت را در بر خود داره یا در اخیر باید به یک موفقیت بی امکان داره یا موفقیت یا یک نتیجه یک یا نتیجه. نتیجه یک نتیجه مثبت اما نتیجه مثبت اینجا که نبوده ما همیشه نتیجه منفی داشتیم خب ببینین که ما تقریبا حدودا 5.7 میلیون مهاجرین افغان داریم که در دا ای این اواخر اضافه شاید که تعداد از از 6 میلیون هم اضافه شده باشه و اینطور نیست که کلگی از یارا ما شما دیگه یارا به حقوقشان رسانیده باشیم توان در بین از کسایی هستند که کارهای غیرقانونی میکنن و یا از که خلاف و نمو میاراتی که دمو کشور هاستن یا اقدام میکنن و ای اکثرا این کارا باعث عظیم میشه که یا بعضا مورد بازپرس های قرار بگیرن از طرف کشور میزبان و یا اما در اینجا هستن بسیار انسان های دیگه ما یا مهاجرین دیگه ما که و از بعضی حقوقشان برخوردار هستند هستن حالا سوالی هست آقای انوری چرا حکومت افغانستان و با شما وزیر پیشین عودت و مهاجرین افغانستان بودین؟ چرا حکومت افغانستان زمانی که یک تبعیش یا یک شهروندش میخواه به کشور دیگری سفر کنه و یا در اونجا پناهنده شوه تمام رابط خود را قطع میکنه و بنوی از حقوق از او در کشور دومی حمایت نمیکنه خب به این اندازم نیست که شما میفرماین البته به حمایت, حمایت ها صورت گرفته حمایت ها در چارچوب یک تپاهم نامه ها بوده این حمایت ها و حمایت ها از طریق فشار آوردن بالای کمیشنری های ملل متحد و سازمان بین المللی حالا چقدر موفق بوده؟ خوب بحث موفقیت چون افغانستان چقدر موفق بوده؟ خب اون موفقیتی که باید در خور چه باشه؟ در خور از که ما با او افتخار بکنیم یا با او ما خود چه بسازیم؟ این ای طور چیزی نشده اما دستاورت های مثبتی بوده در گذشته چه مواردی مثلا؟ مثلا ما شما زمانی که موقف وزارت را یا من, من حیث وزیر حکومت آقای کرزه ایفای وظیفه می کردین دقیقا موفقیت شما چه بوده؟ خب اگر ما در دو کشور همسایه اگر چه بکنیم در اینجا با تدویر جلسات دو جانبه و سی جانبه و حتی چهار جانبه تانستیم که بعضی موارد در اینجا سر کشورهای میزبان بقبول مثلا از قبل ازی که در قسمت تحصیلات از یا در قسمت بیمه سیهی از و در قسمت بعضی مسئولیت های که در اونجا دیگر یا باید از حقوق انسانیشان برخوردار باشند در بحث تحصیلات یک سال قبل با افغانستان یا شهروندان افغانستان م. که به ایران رفته بودند حق نداشتن در دانشگاه ها مراجعه کنند اما در حکومت وعدت ملی از این ویژگی برخوردار شدن نه, نه تقریبا ما به شما امیالی هم آمار داده میتونیم که حدودا 15 هزار افغان های در تحصیلات عالی جمهوری اسلامی ایرانی یا مصروف فراگرفتن تحصیل هستند و حدودا بیشتر از 300 هزار کودکان افغان یا فرزندای افغان در اونجا در مدرسه ها یعنی شما کارکردهای خود را در حکومت قبلی موفقانه میدانید یعنی موفق بودید نه ما به هیچ وجه ایر کاملا موفقانه نمیدانیم اما با یک اندازه دستاورت های مثبت همراه می دانم. اما کافی نبوده به هیچ وجه کافی نبوده از خاطر از ای که با مشکلات هایی که در دا داخل دولت افغانستان بوده مشکلات هایی که ما با, با حکومت با امسایه های خود داشتیم از نگاه مسائل مختلف و با مرزهای بازی که با کشورهای همسایه به شکل سخاوتمندانه مرزهای ما باز بود و این ای ما کاملا موفق خود نمیدانیم و گذشته از یک بحران مهاجرت یا فدیده مهاجرت یک پدیده مختص به یک ارگان یا به یک سازمان یا به یک وزارت نیست یک پدیده یک مشکل ملی اما می این به اخیر آقای غنی آقای رئیس جمهور غنی گفتند که ما از این پناهجویان افغان که رفتن به آلمان اگر بازگردانده شوند به با افغانستان ما پذیرایی می و با آغوش باز از اینا اینا را با باز میپذیریم با چه امکاناتی قرار است از اینا پذیرایی کنند خب ما هم امی, امی سوال پیش ما هم موجود است اگر به سطح بسیار بلند همراه صدر اعظم انگل... چی آلمان و جناب رئیس جمهور ما اگر صحبت های نموده باشند که در اونجا کشور آلمان وعده های اقتصادی بسیار قوی داده باشند که یعنی تمام ضررها و نقص هایی که چه در خانواده ها چه مهاجرین رسیده اگر ایار پس یا جبران کده بتانند و ضمن رضایت اینمی مهاجرین افغان هم گرفته بتانند خو ای یک کار خوب است اما فکر نمی کنیم که بایی اندازه به خاطر نبود امنیت و فقر اقتصادی رفتن با اروپا حالا اگر اینا دوباره برگردان شوند به افغانستان چه شد؟ ما خود در مصاحبه قبلی خودم گفتیم که افغانستان اول خود ظرفیت جذب را دوباره نداره و اگر یا پس دوباره در افغانستان بر بگردن یا خود داره نداره خود در اینجا از دست دادن و دادن به قاچاقبر پس بناهند دی صورت ببینیم که مشکلی بر مشکل افغانستان اضافه خواهد شد و این مشکلات نه تنها دامنگیر حکومت افغانستان خواهد بود بلکه یک مشکل یک موزل ملی ما فکر میکنیم حالا برخورد دوگانه آلمان را پس به چه معنا میدانین شهروندان افغانستان به یک طرف و شهروندان سوری و عراقی به طرف دیگر شهروندان عراقی و سوری پذیرفته شان شهروندان افغانستان نه فکر میکنین که این ضعف حکومت افغانستان رو و دیپلماسی ضعیف افغانستان رو نشان نمیده ما آنقدر هم باورم نمی که کشور آلمان با ای اقتصاد قوی که داره و این محبوبیتی که یا و این پرستیجی که در بین جامعه اروپا داره و در دا دنیا داره و همچنان روابط خوبی که با ملت و حکومت و دولت افغانستان داره ما فکر نمی کنیم که آن ده فناندایی که در اون آلی هستن ایا را بر بگردانن مگرم کسایی که بر رضا و رغبت خود برگردن اما مشکل و یا ترس نگرانی کشور آلمان از که یک دی زیادی امیالی دراستن امیالی یک لکی بیست دو هزار نفر مهاجرین افغان ما در اروپا رسیدن امکان داره هزارها نفر دیگه درا باشه امکان داره هزارها نفر دیگه امیالی در تدارک رفتن در دا داخل افغانستان ماجه تا باشه که با یک مانور سی... با یک مانور تکتیکی یا هر چیزی که باشه یا تبلیغاتی یا بتانن که جلو دیگر را بگیرن ما فکر نمیکنیم که یا به این شکل خلاف تمام کانوانسیون هایی که یا در پای از امضا کردن و این روابط هایی که با کشور ما دارن و این حیثیت پرستیجی که در جامعه اروپا دارن یا یا را دیگر خشدار بسازن حال میایم به زمان وزارت شما زمانی که شما من حیث وزیر مهاجران و عودت کنندگان ایفای چه برنامه برای بازگشت پناهجویان افغان شما داشتین روی دست؟ خب ما زیادتر مشکل ما همراه دو تا کشور همسایه بوده که عبارت از پاکستان ایران باشه از خاطر از ما یک استراتژی منطقوی ساختیم حالا استراتژی منطقوی تون از چه قرار بود چه برنامه‌ای بود خب استراتژی منطقوی ما از این قرار بود که باید تا اینجا کشورهای دو کشور همسایه ایران و پاکستان افغانستان و کمیشنری ملل متحد باید یا متفقا در این راستا کار بکنن و کسایی که میخوان که به افغانستان برگردن افغانستان حکومت افغانستان مسئولیت باید تعیین شوه کمیشنری ملل متحد باید یاره که تا مرز افغانستان میرسانه تعیین شوه و مکلفیت کشور میزبان باید تعیین شوه و کسایی که باز در اونجا میمانه امرای اونم کشور میزبان باید ما تپاومنامه امضا کرده بودیم که باید یار در قسمت حقوق مدنیشان باید به یا رسیدگی شود و کسای دیگه که نمیخواستن چی در کشور ایران بانند و چی در کشور خود برگردن باز در اون صورت باز کمیشنری ملل متحد مکلفیت داشت که را باید دوسیه هایشان ترتیب و تنظیم بکنند و کشورهای مواجر پذیر یار باید بفرستن. حالا باز هم میخوایم بپرسم که چقدر به این مواردی که شما در نظر گرفته بودین پرداخته شد و رسیدگی شد قسمی خوب... که مردم افغانستان شاهد هستند ما بیشترین مشکل را در زمان آقای کرزی داشتیم یعنی وزارت مهاجران و عودت کنندگان ما اصلا کار کرده درستی نداشته او زمان خب این ای سخن حکوم... مردم افغانستان است ببینین همه استراتیجی های منطقوی را ما ساختیم و یک برنامه پنج ساله بود و برازی ما از بر دنیا قبول آندیم تقریبا 160 کشور در جنیبا گرده هم آمدن ما اینمی استراتیجی خود سر دنیا قبول آندیم و از وا بودیجه تقاضا کردیم بودیجه ما فضیرفته شد و در کمپرانس توکیو هم سر از این مورد بحث جربه شد و چون این مبالغ این پولایی که می آمد از طریق کمیساری ملل متحد مصرف می شد چقدر طریق بود؟ حکومت افغانستان چقدر ای مصرف این شفاف بود؟ خب ایره, ایره ایره ما از واقع پرسان کرده نمیتونیم چیزی که بدست دست خارجی ها مصرف میشه ایره ما حق پرسانش نداریم ایره ما پرسان کرده نمیتونیم یا که چطور است خب به هر صورت هر چیزی که بوده مقصد این ای استراتیجی تدبیق شد تا اندازه ای اما در سالهای اخیر این استراتژی با کندی مواجه شد نظر به نبودن بودیجه این استراتژی پنج ساله بود آلی باز هم به دنباله این امی ما ای حکومت وحدت ملی افغانستان یک استراتیجی را به تعقیب از او ساختن پس فکر که نمی کنین وضعیت فیلی حکومت افغانستان و فرار مغزها از افغانستان یکی از دستاوردهای زمانی بوده که شما من حیث وزیر بودین؟ نه ما این قبول نداریم این از خاطر که اه اه ای که وقتی که وضعیت ممی منوال باشه این حالت ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که امنیت در افغانستان تأمین نشه و تا وقتی که اشتغال زایی در افغانستان نشه تا وقتی که پروژه های انکشافی تطبیق نشه اینمی بیکاری و بی امنیتی باعث یا اینمی عواملی هستن که اینمی موضوع را تسریع و سرعت پس به عنوان آخرین سوال چه باید شود به خاطری که دیگر شهروند افغانستان به کشورهای دیگه مراجعه نکنه و نخواهد که پناهجو شود در اونجا مادر یا پناهنده مادر حل همه مشکلات یا کلید حل همه مشکلات ها اول در قدم اول امنیت هست. باید در تامین امنیت نه تنها نیروهای امنیتی ما بلکه تمام ملت افغانستان باید تی همکاری بکنه با تعقیب از و اشتغال زایی است اشتغال زایی که شد اونمود ببینید هزارها هموطن ما همی آلی که میرن یا سابق در نیروهایی که در افغانستان بودن امروی ازا یک جا کار میکنن آلی در افغانستان یا نمیشینن میرن باید اشتغال زایی شود بعد از تسهیلات در ربط برگشت ها شود مسئله ویزا هست، صدور پاسپورت از گرفتن ویزا است هر جایی که میرن باید آنچه با... که بسیار مشکل داره شهروندان افغانستان بله بله دقیقا باید ایر حکومت افغانستان از طریق دیپلماتیک از منابع دیپلماتیک باید این مشکلات رفع بکنه و ضمناً برای کشورهایی که حالی به نیروی بشری نیاز داره مثلا کشورهای نزدیک ما امارات متحده عربی و کشورای عربستان و سعودی یا به نیروی بشری باید وزارت محترم کار امور اجتماعی ما باید همراه از پروتکل تشکر از حضورتان آقای جماهیر انوری وزیر پیشین مهاجران و عودت کنندگان کشور تا دیدار بعد الله عوضه.